چی آوردین اینجا؟ آشخانه باتم. آشخانه که؟ مادرتون. نه بابا، اینجا اندازه کافی میز و صندلی هست، ببینش تو حیات. برای خانوما صندلی کم داریم. خانوما؟ مگه مجلس زنان و مردونه است؟ خب آره. دست برداری مادر جون، یه سری از همکارا دکترای بیمارستان سر عقد میاد. خب قدمشون رو چشم، بعد اخکونو میرن تو حیات قاطی مرده. والا تا اونجا که ما یادمونه اخکونون همیشه خونه دختر بوده. آخه سریا که توی آپارتمان 50 متری زندگی میکنه مادر جون، چه توقعایی داری؟ آخه مادر جون، شما دارین همه رسم و رسوم رو زیر پا میذارین. خودتون بهتر میدونید این مجلس ما واسه خاطر شماست که داریم میگیریم. بله، سریا از اولش هم گفت به یخکنون ساده تو محضر راضیه. بله، از سریا بعید نیست، یخکنون تو محضر، اونم دوتایی. من رفتم، پای نری واسا. بله. اینم ببر. چیه؟ کارت دعوت. مگه پخش نکردی؟ این یکی باید خودت ببری، تا اون ور کوچک رو نیست. باز شروع کردی مادر؟ یه چه مطمئن نیستم که بیار. خداحافظ. خسته نباشید. مبارک باش آقای دکتر. قربان شما. دنیا مهردادم، سلام. یه دقیقه میای پایین. سلام. سلام. یه موقعی که مزاحم نشدم. مبارکه. خیلی ممنون. چرا نمیای تو؟ نه دیگه مزاحم نمیشم، کار دارم. نه سلامتی عروسی بدی. میدونم. این ماله تو مادر جونه دیگه، ببخشید دیر شد. خودیا همیشه دقیقه 90 و آخر وقت. احتیاج به کارت نبود، خبر دارم، آدرسم بلدم. خب آره، اما بالاخره یادگاریه دیگه. نگهش میدارم مثل خیلی چیزایی. پس منتظر بودم. روز پاییزی خاطر انگیز در خانه شوهر، خونه سنتی، خونه بخت، همه چیز رعایت شد مطابق آیین و سنت نیاکان. این بالا دارم سقف کاذب میکشم، نشون بدی لطفا طولو نشه، برای اینکه همه چیز از دید نامحرم پنهان بمونه، چشممون نزنم. دیگاه سر بار، این آقا آشپزمونه، مشرعیم، خسته نباشی. میزا چیده اونجا دارن ریسه میکشن، پن کنی لطفا. نشون بریم. خب حالا بریم ببینیم داماد چی کار میکنه. امروز خیلی سرش شلوغ بوده، کلی کار داشته انجام بده، کلی تو خرج افتاده. داری چی کار میکنی؟ آخ 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 آخ، داماد یکم مخموه. صحنه های اولی عروسی مونه، یه داد همه چی امپروویزه و فیل بدا هست. تشریف بیارین. یه جمله رو به دوربین بگو. فول بازیه چیه؟ یه جمله رو به دوربین؟ چی بگم؟ یه جمله تاریخی، یه چیزی راجع به روز عروسیمون، یه جمله خوشگل راجع به عروسیمون. من میخوام با خلترین دختر روی زمین ازدواج کنم چون عاشقشم. خوب بود؟ عالیه. آقایون بس دیگه، بفرمایید امروز اندازه کافی فیلم میگیرید. بفرمایید مهداد، یه چیزی میگم نه نگو. یه خلوازی دیگه؟ همین الان بریم جایی که برای اولین بار هم دیگر دیدی. جدی که نمیگی؟ زود میریم برمیگردیم. مهدان سویچو بیارم. با منقلو بگیم. تو مادمون چشم نخوره، بهتره که چشم حسود. بریم دیر شد.
کجا؟ من میرونم. با این سرواز؟ چه اشکال داره؟ اینجوری شو دیگه نهینه بودیم. کجا دارم میبرن اون؟ تو چی کار داری؟ عکسته بنداز پولشو بگیر. به جمع رفتن. آینه آینه. تا روز عروسیمون بیام پیش پدر مادرم. چه خوب که یادشون بودی. خدا بیام ارزشون، جاشون خیلی خالیه. تو آدم خوبی هستی مهداد، پاک و زلال، با ایمان، همونجور که پدرم میخواست. با اجازه پدر مادرم. چی دوربینه فیلم برداری و عکس عکاسی راحت شدی؟ نه همچی راحت هم نشدی. خورا خدا دست هر سرایی. یه خبرنگار خوب همیشه دوربینش همراشه. تصمیم گرفتم که هر روز ازت تو زوایای مختلف عکس بگیرم. اینجا نکن، هر جا که باشی، هر کجا که بری. هر کجا که نمیشه، مخصوصا تو اتاق جراحی. موقعی که اون لباس سبز چاغال بادومی چاغال بادومی چیه؟ گان جراحی. خب حالا هرچ بخند. نه درست بخند. بعدم من به شما قول میدم تا فردا صبح نسل منقرض نشه. بس دیگه تموم شد. خب اینجا مال ماست دیگه. همه جای این خونه مال شماست، ولی طبقه پایین مال مادرت. خب پایین مال اون، بالا مال تو. خوبه؟ واقعا من بدبخت یه جایی رو ندارم. ولی تو یه جای خوب و مطمئن داری، فقط هم مال خودت. کجاست؟ اینجا، تو قلب من. خب مادر جون، خدا خدا حافظ. مادر جون کاری نداری؟ نه مادر، به امان خدا. خدا نگهدار. یواش برونی ها ماما. خیالتون راحت بشه. خودم بهتون زنگ میزنم، خواستی تماس بگیری موبایل روشن. باشه. خداحافظ. مرداد. جانم. ببین، تو رو خدا نذارین بشینه پشت فرمون ها. نه بابا خودم میشینم. بریم تو دیگه. خداحافظ. خداحافظ. خوبم؟ تو همیشه خوبی؟ پس را بگیم. چشم. از زیر اون نگاه خلاص شدیم. کدوم نگاه؟ پنجره روبروی خونتون. هووی من همیشه پشت اون پنجره است.
اصلا از این حرف خوشم نمیاد. قبلا هم چند بار گفتی هیچ مثل شوخی دیگه با مزه نیست. خب پس یه بار بشین حکایت خودت توی دنیا خانم و سیر تا پیاز برا من تعریف کن تا دیگه از این شوخی بیمزه نکنم. حکایت کدومه؟ من و دنیا از بچگی با هم بزرگ شدیم. همین. اوه، چه عشق ریشه داری، عشق کودکی. دارم بهت میگم ما 25 سال همسایه ایم، از بچگی با هم بزرگ شدیم. عشق کدومه دیوونه؟ اون اینجوری فکر نمیکنه. خودش به تو گفت؟ نه، از رفتارش معلومه. حس میکنم چیزایی هست که همه میدونن غیر از من. سرایا جون من دست بردار. ما سلامتی نمیریم ماه عسل ها؟ ماه عسل نه، هفته عسل. یه هفته که بیشتر بهت مرخصی ندادم. اما سرکار اگه اجازه بدی تو همین یه هفته به اندازه یک سال خوش میگذره. باشه. چشم. هوایی، چه منظره ای. چطورن خانم؟ خوش میگذره؟ خیلی. میگم یه مطب همین اطراف بزن، همینجا زندگی کنیم دیگه. آخ خانم، شغلشون رو چیکار میکنه؟ نترس، من لنگ نمیدم. سب کن. بازم که شروع کردی که بابا. یه خور به این برسه. خوب ما رو کردیم اوش آزمایشگاهی ها. این نمایشگاهی که میخوایی بذاری اسمش چیه؟ مردی که سر به هوا شد. ازدواج با شما که واقعا هم سر به هوایی بود. حالا چطور از این ازدواج راضی هستی؟ بله، خیلی زیاد. ولی مادرت نه. اون تو رو دوستت داره سره؟ خب، حالا به عنوان همسر تو یکم. خیلی بیشتر از این حرفا. فقط باید یکم صبر کنی. تا کی؟ تو وقتی بچه بیاد، نه؟ پاش بریم تو. پاش شده هوا داره سرد میشه. سرما میخوری پاش. نامه چی؟ من باشه بهش میگم. یه خونه بلندتر صحبت کنم، در صدات نمیاد. چرا صداتون گرفته؟ با مراقبت نمی کنید دیگه، با سرما خوردی. به دکتر تجددی زنگ میزنم بیاد پیشتون. نه نگران نباشید دیگه، تا 3-4 روز دیگه برمیگردیم. آره مراقب خودتون باشین ها. به دکتر تجددی زنگ میزنم. الو الو، چی شده؟ یه چی مادر، از که حال نداره. میخوای برگردیم؟ نه، سرما خورد. راستی از خبرگزاری مست که برات یه نامه اومده. جدی؟ یه نامه سفارشی. چرا زودتر نمیگی؟ موبایلو بده ببینم. همین الان مادر گفت. چی شده؟ فکر کنم نوبت منه. نوبت چی؟ الو؟ خبرگزاری جمهوری اسلامی؟ ببخشید آقای شریفی هستم؟ من اعتمادی هستم. اگه اون چیزی باشه که فکر میکردم یه مژدگانی حسابی داریم. الو؟
آقای شریفی، من اعتمادی هستم. سلام. نه به دستم نرسیده. آخه من الان تهران نیستم. نه من مشکلی ندارم. پاسپورتم هم آماده است، نیاز به تمدید نداره. بله من خودم رو تا آخر وقت فردا میرسونم. خواهش میکنم، خداحافظ. حدس بزن چه اتفاقی افتاده. نوبت چی؟ قضیه پاسپورت چیه؟ باید برم بوسنی. کجا؟ بوسنی هرزگوین. اونجا که جنگه. دارن یه در از خبرگزاری میفرستن اونجا، خبرنگار، عکاس، دارن گلچی میکنن. حرفشون ازم مهداد. گفتم حرفشون ازم. خوبه که تو دکتری، مثلا روشن فکری. منو بو که فکر میکنم چقدر کار من برات اهمیت داره. این شغل منه، اعتبار منه. نمیدونم چجور بگم، همونجور که تیغ جراحی برای تو مهمه، قلم و کاغذ و دوربینم برای من اهمیت داره. فهمیدنش سخت نیست مهدا. فهمیدنش سخت نیست، پذیرفتنش سخت. آقا جون، صلاح نیست زنت بره. خودم هم میدونم مادر، اما من که اما نمیتونی جلو زنتو بگیری. تو دلت مثل آینه است، خدا نکنه به کسی یا چیزی دل ببندی. الانم میدونم چی تو کلته. فکر میکنی میخوام زنت بمونه توی خونه و دست منو بگیره. آقا جون، همه فامیل پیغام میدن بیان دیدن شما دوتا. بگم چی؟ بگم عروسم کجا رفت؟ بگین یه ماموریت کاری براش پیش اومد. مادر جون سرایه درس خونده، رفته دانشگاه، صد تا واحد گذرونده که ازش استفاده کنه. حالا یه موقعیت استثنایی براش پیش اومده، بگم نره میشه؟ هر وقت قرار ازت جدا شم، حالا به هر دلیل، دلم میگیره. خیلی برام سخته. حالا احساساتی نشده، هم نگاه میکنم. خب خیالم راحت باشه دیگه. فقط یه دیر کنی زن میگیرم. بلدی هبوداری کنی؟ تو آقایی، از این کارا نمیکن. اتفاقا از آقایی زیاده که بعضی از اندوبون میگیرم. حرفش هم نزن، شوخیش هم اذیتم میکنه. خب یواش یواش میسی که وقت رفتنه. هر وقت امکانش بود با تماس میگیرم. مهداد بگو راضی هستی؟ راضیم. از ته دل؟ دکتر هادوی، بفرمایید. سلام علیکم. بله خودم هستم، همسرشون. اتفاقی افتاده؟ الو، لطف کنید آقای شریفی صحبت کنم. الو، من خودم میام اونجا. کجا دکتر؟ زود برمیام. دکتر شده؟ دکتر در درگیری نیروهای جبهه متحد اسلامی با گروه طالبان و دچار شریفی کجا هستن؟ لحظه مرسی. دچار صدمات و وضعیت زیادی شده. آقای شریفی سلام. سلام، اتفاقی افتاده؟ بریم دفتر. بفرمایید.
موضوع چیه آقا شریفی؟ بفهم بشین. موضوع چیه؟ آی دکتر، طبق معمول، معمولا کشورها برای سرعی اتفاقی افتاده. ما یک عده خبرنگار رو عکاس فرستادیم برای من. تفره نرید آقای شریفی، برای این طبیعت جنگی آقای برای زن من اتفاقی افتاده. ببینید برای خبرنگارها این اتفاق برای افتاده. زن من اتفاقی افتاده، سالمه یا نه من فقط همین میخوام بدونم. اجازه بدید من همین کارا میخوام بکنم. سر برنیتسا سقوط کرده. آی دکتر، به ما خبر رسید که سربنیتسا سقوط کرده، اما طبیعتاً برای برگردوندن خبرنگارا و عکاسا میبایست از طریق هوا عمل کنیم و هلیکوپتر حامل افراد متاسفانه سرنگون میشه. از کجا معلوم زن من تو هلیکوپتر بوده؟ متاسفانه بوده. از کجا معلوم؟ آروم باشید، تو اون شرایط اصلا معلوم نیست الان ما تو هلیکوپتر سوار شده باشه. شما کجا میدونید؟ آرامش خودتون رو حفظ کنید. مگه شما دیدین؟ از کجا میدونید الان ما تو هلیکوپتر بوده؟ این تنها نشونه یکی از همسرتون باقی مونده. حالتو خوب نیست آی دکتر؟
غمیزی خاطر انگیز در خانه شوهر، خونه سنتی، خوشبخت. همه چیز رعایت شد مطابق آیین و سنت نیاکان. مهرداد خان، آقای دکتر، مهرداد خان، سلام. من کجا؟ شما توی یک کلینیک بستری هستین. چه اتفاقی افتاده؟ بیخوابی های مداوم بالاخره کار دستتون داد. سرم چرا به هم وصله؟ آخه خیلی ضعف داشتین. خوشبختانه اتفاقی نیفتاده. کی منو آورد اینجا؟ مردم. به خانم جون تلفن کردن، اونم منو خبر کرد. یه بار به هوش اومدیم باهاش حرف زدیم، یادتون نیست؟ الان کجاست؟ گفتم برن خونه استراحت کنن. خودت چرا نرفتی؟ نگرانتون بودم. خیلی وقته که نگرانم. پشت فرمون داشتم کابوس می دیدم توی بیداری. باورت میشه؟ چی می دیدی؟ سرعی رو می دیدم. پرستار گفت به هوش که اومدین خبرش کنم. دنیا؟ بله. هیچ. چه خوب کردی گفتی بیایم اینجا. از خودم بدم میاد چند وقت از همه سر نزدم.
برای اینکه هر موقع میام اینجا حالم بهتر نمیشه، حالم بدتر میشه. باورم نمیشه مرده. انقدر خودتو اذیت نکن، مرگ بخشی از زندگیه، باید باورش کرد. دلم میخواد براش خیرات کنم. میخواییم براش چاله زهر بفزم و تو محله پخش کنی؟ مثل بچگی هم که من میباختم. منم پخش میگردم. چو میبینی تو که نیستی، منم رهاش کنم از بین میره، بهم حق بده به خاطر خودش. اینو ببخونه بقید. چرا نمیبینی زندگیت داره از هم میپاشه؟ شب و روز یکی شده، کارتو داری از دست میدی. فکر میکنی هیچکی نمیبینه که داری به ارسودا رو عادت میکنی؟ چی میگه مادر این حرفا چیه؟ من نمیذارم، نمیذارم مثل آدم های ماتم زده، مثل آدم های بریده از همه جوانی تو پای اون بذاری. حرف آخرتون رو بگید، طاقتشو دارم، بگید. تنهایی داره از پا دهت میاره. آخه آدم که نمیتونه بدون جفت زندگی کنه. منظورتون رو میفهمم، اما از من بر نمیاد. چرا متوجه نمیشین مادر؟ من سریا رو دوست داشتم. من جوونیمو، زندگیمو گذاشتم تا تو دکتر بشی. دست تنها بدون شوهر به دندون گرفتم و بزرگت کردم. چقدر کارتو دوست داشتی، چقدر دلت برای بچه های مردم پر میزن، چقدر سرزنده بودی. سریا یه دفعه مرد و راحت شد، ای اما تو سر سر داری آب میشی، از بین میری. مادرتم چرا متوجه نیستی؟ منم دارم از تنهایی از بین میرم. یه عمر آرزو داشتم بچه تو رو بغل کنم. مرداد، من باید با این آرزو بمیرم. مرده که بابا چایی یه چرا تا رفتی قطی مرغا؟ مرده
آروم باش. منم میخوام دوماد بشم. تو عروس باشی بهت بیشتر میاد. ناز ناز مردی که اولام بلشون کن، بهشون توجه نکن. مهرداد، من نیومدم جای سریا رو بگیرم. هیچ کی نمیتونه جای سریا رو بگیره. من و تو با هم بزرگ شدیم. این کوچه و محله بوی بچگی های ما رو میده. یادته؟ بعضی وقتا آرزو میکنم هنوز بچه بودیم. همون جور معصوم و بیخبر. اما از اون روزا خیلی گذشته دنیا. خیلی چیزا عوض شده. من و تو هم دیگه بزرگ شدیم. اما من هنوز همونم. رفیق قدیمیت. دوست بچگیات. هنوز هم میتونم دوستت داشته باشم. سنگ صبور سختیات، رفیق شادیات، مثل یه دوست. همین. آخه هیچ آدم عاقلی شب اول عروسیش رو بالکن میخوابه؟ درسته، هیچ آدم آقایی همچین کنه نمی کنه. دو آخر اگه این دختر ندیده بوده یه پترود نکشیده بود که تا حالا یخ زده بودی. ما راجع به این قضیه با هم صحبت کردیم مادر، پس لطفاً دیگه تمومش کنه. دکتر بادوی، سلام. سلام. فکر نمی کردم امروز بیان بیمارستان. برای چی فکر نمی کردی؟ فکر می کردم تشریف بردین محسن. نه خیلی تشریف نبارم، اومدم مرخصی بگیرم. دنیا زود باش، به پربر و جلد و چابوش ساکتو ببند. چی شده مگه؟ از بیمارستان تماس گرفتن، گفتن مهرداد یه هفته مرخصی گرفته. میدونم کجا میخواد بره، اما تو هم باید همراهش بری. به من که چیزی نگفت. خب معلومه که نمیگه. اون میخواد بره یه جایی که هیچ آدمیزادی نباشه، نه تلفنی نه آدمیزادی، اما تو نباید کنار بکشی. ولی من نمیخوام خودم بهش تحمیل کنم. این حرف مال دختر پسراست. تو همسر اونی. گره کاری بچه است. یه بچه براش بیار. از این رو به اون رو میشه. اینجا خیلی به هم ریخته بود. سعی کردم میخورده مرتبش کنم. خوب شده؟ میدونی زندگیمون چی کم داره؟ یه خورده سر و صدا. Thank you.
مهرداد، من هیچ وقت به یه آدم انقدر دقیق نشده بودم. حتی چشامو که میبندم واضح تر میبینمت. سرایا خیلی دوستت داشت نه؟ حق داشت، اما نباید از دستت میداد. این من بودم که سرایا رو از دست دادم، ولی من تو رو از دست نمیدم به هیچ قیمت. مثل بچه ها با هم رفتار نکن. مادرم نیستی که برام لقمه میگیری. اگه فکر کردی با این محبت هم میتونی جای سرعیه رو بگیری، یه بار گفتم هیچ کس نمیتونه جای سرعیه رو بگیره. معذرت میخوام، دست خودم نیست، نمیخواستم اذیتت کنم. تو داری خودتو اذیت میکنی. بیخوابی، فکر و خیالات همه به صدمه میزنه. به غذا که لب نمیزنی، از صبح تا شب فقط قرص میخوری، از پا میفتی مهرداد. آره شاید حق با تو باشه، اما امشب خواهش میکنم دست از سرم بردار. یه حال عجیب و غریبی دارم. چند وقته فکر میکنم اختیار همه چی از دستم در رفته. من باید با خودم کنار بیام. حالا کجا میری؟ تو بخواب، من برمیگردم. مرداد، بنده یه درخت.
فردا شب یلداست. میخوام همه چیز مرتب باشه. تو چه خوب همه چی یادته. شب یلدا برام یه خاطره است. سالها پیش توی شب یلدا فهمیدم مهرداد رو دوست دارم. حسی که هیچ وقت نتونستم بهش بگم. این چقدر برام آشناست. اینو مهرداد بهم هدیه داده. مهرداد من از دست رفته بود. تو به زندگی برش گردوندی. آمدی. کجای مهرداد؟ نصف شب شد. شب یلداست دیگه. طولانی ترین شب سال. ما میگفتیم چله بزرگه چله کوچیکه. اون شبم خیلی طولانی بود. اصلا سر نمیومد. کدوم شب؟ تو یادت نمیاد. 10-12 سال پیش شب یلدا خونه شما بودیم با مادرم. یادش بخیر. پدرت برای هممون فال حافظ گرفت. حالا تو بگیر. نیت کردی؟ راجع به بچه که نیم. نیت رو نمیگم. دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. رسم عاشق خوشی رو کیه؟ مرتا با تو کار داره. این موقع شب؟
گفتم مردی؟ من الان مردم مهد همین چند لحظه پیش. چه بود؟ گفتن هلیکوپتر سقوط کرده. هیچی نگو، برگرد خونه، برو پیش اون. سرایا حرف میزنم تو. دختر بوسنیایی بود، همسن و سال خودم، تو اردوگاه باش آشنا شدم. خانوادش جلو چشماش کشته شده بودن. از اون موقع دیگه حرف نمیزد، لال شده بود. خانم سرعیه اعتمادی، خانم اعتمادی، شما که هنوز نشستید، را بیافتید خانم. این دخترم با خودمون میبریم؟ این بنده خدا اهل اینجاست، کجا ببریم؟ درد سر میشه واسمون. این دختر کسی اینجا نداره، اینجا بمونه میکشنش. خانم را بیافتید، الان هلیکوپتر میشینه، را بیافتید. Thank you.
تو به جای من میری، فهمیدی؟ تو به جای من میری، با من کسی کار نداره. اینجوری هر دومون زنده میمونیم. برو تا هلیکوپتر، منو نگاه، برو تا هلیکوپتر نرم، هلیکوپتر پر میشه، برو، برو تا هلیکوپتر پر نشده، هلیکوپتر. آمنه، منو نگاه کن، هلیکوپتر، برو، برو دیگه، برو. به جای من خوابید تو سینه قبرستون. آروم باش سرایو، اینقدر خودتو اذیت نکن، تقصیر تو که نبوده. که هیچ وقت نیده بودم اینجوری گریه کنی. من خیلی عوض شدم مهداد، اتاق میخواستید؟ با اجازتون میتونم بپرسم چه نسبتی با هم دارین؟ زن و شوهریم. میتونم مدارکتون رو ببینم؟ منو شناسنامه میدم خدمتتون. بفرمایید. و شما؟ من پزشک هستم آقاینم، کارت شناسایی. عرض کردم خانم هم هستم. خیلی خوش اومدید. لطف کنید فرم رو پر کنید. چطوره؟ راحتی؟ اگه مثل من 6 ماه توی سردابه زندگی کرده بودی اینجا برات بهش بود. چرا وایسادی؟ میخوای دوش بگیری؟ نه من نه بذار اول من دوش بگیرم، میترسم آب سرد بشه. میدونی چند وقت زیرا به داغ نبودم؟ مهداد زنگ بزن غذا بیارن. سرایی یه رو بیاوزه میشه. محمد برم. کجا؟ خب معلومه دیگه، خونه. نگران میشن، نمیدونن چی پیش اومده، منتظرم. آره تو زنگ گرفتی. الان میفهمم یعنی چی. اما من منظورم این نبود. خیلی خوب برگرد خونه. این حرفا چیه میزنی؟ زرد ممکنه نگرانت بشه، منتظرته. چرا گوش نمیدی؟ من اینجا راحتم، میتونی برگردی خونه. دیگه باهات کاری ندارم. سرایا تو چرا نمیفهمی چی میگم؟ چرا میفهمم؟ تو فکر کردی من مردم، توی حادثه کشته شدم، اما من که حالا زندم، برگشتم سر خونه و زندگیم. اصلا نمیدونی توی مدت به من چی گذشته. آره میدونم، خیلی بهت سخت گذشته، اما مهداد تو هنوز منو دوست داری؟ خب معلومه که دوستت دارم، این چه سوالیه؟ پس چرا منتظرم نشدی؟ تو حتی نتونستی 6 ماه صبر کنی. ببین سرایا، من میدونم به تو خیلی سخت گذشته، حقم داری از دست من ناراحت باشی، اما تو هم شرایط منو درک کن. تو که نمیدونی اینجا چه اتفاقاتی افتاده. یه جور رفتار میکنه انگار من به میلم رفتم زنگ گرفتم. از خیلی خوب، من باید چیکار کنم؟ تو خودتو بذار جای من باید چیکار کنم؟ ثابت کن که دوستم داری. چطوری؟ یعنی چی؟ من باید چیکار کنم؟
طلاقش بده. خیلی زود. کجا بودی مهرتا؟ دیشب تا حالا کجا بودی؟ سلام. تو کوچه و خیابون با سریا دندمای صبحم رفتیم به سهرا. چطور به این راحتی میتونی بگی شب تا صبح با یکی دیگه بودی؟ چی داری میگی دنیا؟ به من جواب نده، به بچت بگو میخواد بدونه پدرش از دیشب تا حالا کجا بوده. تو متوجه هستی چی داری میگی؟ حالا اون بدبخت رو ندیدی؟ میدونی چی به سرش اومده؟ جونش گرفته کف دستش تا خودش رسونده به اینجا. اون همسر من دنیا، قانونن و شرعن. همسر قانونی تو منم. اون مرده، تو شناسنامه تو مرده، خط خورده. آره توی شناسنامه من مرده، اما واقعیت اینه که تو قلبت نمرده، زنده بوده. واقعیت اینه که سریا تو قلبت زنده بوده. تو تمام مدتی که با من بودی. این خیانته مردا، خیانته. من تو را آسون به دست نهی بردم، نمیذارم حقم رو بگیرم. کی گفته تو باید چیزی رو از دست بدی؟ همین که تو یه شب تا صبح با یکی دیگه بدون اطلاع من میگذرونی، این حق داره مخدوش میشه. اون یکی دیگه نیست دنیا، اون سریاست. یادت که نرفته تو جای اون اومدی. مهداد. سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ تو هم مثل اونا من زندونی کردی. بیسه باشم.
تو این مدت همش گوشم به زنگ بود. منتظر بودم که بیای دنبالم. چرا نیومدی؟ باور کن گرفتار بودم، نمیشد. غذا خوردی؟ من میخوام برگردم خونه. تو اون اتاق دلم میگیره. منو ببر خونه. الان که نمیشه، باید خود من وقت بدی. تا کی؟ تو همین یک دو روز. تا فردا بهت قول میدم همه چیز درست شه. پس من برمیگردم تو قفسم. کجا؟ چه میدونم؟ مسافر خونه هم باته هر جایی غیر از اینجا. داری میری پیش سریا؟ مادر ما حال روز درست حسابی ندارم، لطفا تمامش کنی. چرا؟ همه خفشن؟ لاشن؟ هیچی نگن که تو هر کاری دلت خواست بکنی؟ میشه دست از سرم برداریم؟ از وقتی سریا اومده خونه نیومدی. داغون شدی. خودتو تو آینه دیدی؟ شده این معتادا؟ این حرفا چیه مادر؟ از شما بعیده. خونم رنگ بوی زندگی گرفته بود. اون اومده این یک کابوس همه چی رو خراب کرد. سریا برگشته به کشورش، برگشته سر خونه و زندگیش. یادتون که نرفته توی همین خونه زندگی میکرد، توی همین اتاق. من هم شوهرش بودم، یعنی هنوزم هستم. چرا نمیفهمی شما؟ اینطوری که چه شده بس یا هیچی رو نمیبینی؟ دنیا بگردن تو حق داری. باشی که دست میرم بیان اجازه مهداد، تو داری به دنیا ظلم میکنی. دنیا به گردن من حق داره، میدونم خیلی هم حق داره، اما به سریا هم داره ظلم میشه. چطور متوجه نیستین؟ یادتون نمیاد این دختر چقدر سرزنده بود، چقدر اجتماعی بود، چقدر شوهرش و خونش و زندگیشو دوست داشت؟ حالا ببینیم به چه روزی افتاده. خدا رو خوش میاد. حقیقت اینه که فکر میکنم شما هیچ وقت نشناختینش. دختری که خونه ما زندگی و شوهرش رو ول میکنه میره تو جنگ و کشت و کشتم توی مملکت غریبه، خیلی اشتباهیه. تو که شناختش بهم بگو. هرچی میگذره بیشتر به تنهایی به کسی سریا پی میبرم. فکر میکنم الان کسی که خیلی احتیاج به محبت و همدردی داره سریا اسم داره. ببخشید. Thank you.
اومدی مهدار؟ منتظرت بودم. من حاضرم. گفتم حساب کتاب هتلم آماده کنن که بریم. گوش کن سرایا، من نیومدم ببرمت. اومدم یه خورده با هم صحبت کنیم. من فکر کنم ما حرفمونو با هم زدیم. نه، تو حرفاتو زدی. اما من هنوز حرفامو نگفتم. چی میخوای بگی؟ یه دقیقه بشین لطفا. ببین سرایا، من فکر میکنم ما باید شرایط دنیا رو درک کنیم. یعنی فکر میکنم این بی‌انصافیه که... ببین سرایا، وقتی که خبر مرگ... وقتی که اون خبر تو رو به ما دادن، تو نبودی اینجا، نمیدونی. میدونم. نمیدونی. خواهش میکنم صحبتم قطع نکن. برای یه بارم شده به حرفم گوش کن، ببین چی میگم. تو اون شرایط نبودی ببینی چقدر همه چیز به هم ریخته و عصبی بود. منم حال روحی خوبی نداشتم. این وسط دنیا به من خیلی رسید. الانم حالا با هم خوشبختیم. اینو میخوای بگی دیگه؟ دوستش داری؟ تو اصلا به حرفای من گوش دادی؟ حتما بیشتر از من، نه؟ خیلی بی‌انصافی. چطور نمیتونی شرایط منو درک کنی؟ نمیفهمی به آنم خیلی داره سخت میگذره. دو دقیقه خودتو بذار جای من. من یه سوال ازت بیشتر نکردم، یه جوابم بیشتر نداره. دوستش داری؟ سرایا، تو با این سوالت داری منو سر دوراهی میگذاری، داری منو وادارم میکنی انتخاب بکنم. کار درستیه؟ شاید آخر راه همین باشه. چرا الان بهش نرسیم؟ من؟ یا اون؟ نمیخوام الان بهم جواب بدی، تا فردا فکراتو بکن. فقط فردا صبح من یا میام تو اون خونه یا خودم یه جور سربینیس میکنم تا از شرم خلاص شی. اجازه هست بیام تو؟ چرا موقعی که با تو زندگی من گذاشتی اجازه نگرفتی؟ حالا چی میخوای؟ این مال توه نه؟ مال من بود، دادمش به کسی دیگه. حالا مال تو. اون چیزی که از من دزدیدی به این پس بده. سرایا آروم باش، من مدام باهات حرف بزنم. ما با هم حرفی نداریم. تو اومدی معامله بکنی، من اهلش نیستم. مطمئن باش شوهرمو، زندگیمو ازت پس میگیرم. تو از اون خونه و زندگی بریدی، دور شدی. مردی که الان پیش تو بود همه چیزش از دست داده بود، رسیده بود به ته خط. من اگه نبودم نمیدونم چه بلایی سرش میومد. شاید معتاد میشد، دیوونه میشد، شاید هم از دست میرفت.
سریا تو به خدا نمیدونی من چه زجری کشیدم مهرداد و جمع و جور کردم. زجر؟ تو اصلا میدونی زجر یعنی چی؟ بدبختی یعنی چی؟ من تو تمام این مدت اسیر بودم. تو تا حالا جنگ دیدی؟ خونپاره میدونی یعنی چی؟ تا حالا جلو چشمت گروه گروه آدم کشتن؟ پاکسازی نژادی میدونی یعنی چی؟ یعنی کشتن بچه ها، زنهای حامله. من تو این جهنم گرفتار بودم، خودم رو حفظ کردم، عشق برگشتم به وطنم، خونه و زندگیم، عشق به مهداد بهم نیرو میداد. حالا به حالا یه راه بیشتر نمونده، یکی از ما دو نفر باید بره کنار. سخت نیست بفهمیم اون یه نفر کیه. من وضع تو رو خوب میدونم سریا، هم وضع حالا تو، هم وضع گذشته تو. من خوب میدونم پشت یه پنجره وایسادن و منتظر بودن یعنی چی. اونی که باید کنار بره منم. شاید سرنوشت من این بوده، تو بدبختی و شکستم مهرداد بیام تو زندگیش، جوونیمو بذارم، یه بچه براش بیارم و برم. بچه؟ من حاملم، اگه تو نمیتونی از مهرداد دل بکنی، من قدرتشو دارم، فقط بهم فرصت بده، بذار بچه‌م به دنیا بیاد. وقتی اسم پدرش تو شناسنامه‌اش خورد، طلاقمو میگیرم، بهت قول میدم. اسم بچه تو چی میذاری؟ من همیشه دلم میخواست از مهدادی دختر داشته باشم، اسمشو بذارم پرستو. اگه دختر دار شدی اسمشو بذار پرستو. چرا پرستو؟ پرستو همیشه تو سفره، میره برمیگرد، میره برمیگرده، همیشه تنها، همیشه مسافر. اومدی مادر؟ سلام، چی شده؟ دنیا رو ندیدی؟ نه، کجا باید میدیدمش؟ چه میدونم؟ اتفاقی افتاده؟ دنیا کو؟ همچی که تو رفتی اونم اومد دنبالت. کجا؟ نمیدونم، خیلی دل بپسم بدر، خیلی دل بپسم.